بله آقای سیاوش عبستای عزیز ما روی خط بیارینشون که ما ببینیم ایشون رو و گپ و گفتی داشته باشیم امروز با ایشون، برای اینکه دکتر همچون که عرض کردم دکتر قرقزلوی عزیز داره چشش رو عمل میکنه و امروز گرفتاری یک چنین مسئله داره که آرزوی بهبودی کامل ایشون رو داریم و درودی به شما سیاوش عبستای عزیز. درود بر شما استاد شرف تایی، حضور شبتون خوش. درود دارم به آقای شهرتی کارگردان برنامه و درود دارم به مهندس امیر شجره برادر عزیز. حاضرین چطوره استاد شرف تایی؟ درودی عرض کردیم خدمت شما. بعد نیستیم قربان، حالی که در این شرایطی که ایران رو میبینیم همچنان در وضع ناگواری هست و امیدی هم واقعا من نمیبینم که این مردم حرکتی جمعی بکنن، حرکتی که خودشون رو نجات بدن، از این زندگی رقبتبار نجات پیدا بکنن. مردمی که در حال واقعا نفرین شدن، برای اینکه اون زندگی پر از تنعم و آسایشی رو که پادشاه فقیر ایران برای یک یک ایرانیان به وجود آورده بود، تحصیل دانشگاهی مجانی و همه زندگی کمک هایی که میکرد به این مردم، کار و زندگی فراوان، همه شاغل بودن، همه کار میکردن و یک کشور مترقی و پیشرفته در دنیا که امریکا و انگلیس و اینا در حال نگران شده بودن که این پادشاهی که در ایران داره حکومت میکنه یه منطقه رو اصلا آرام و بی سر و صدا گذاشته و این اسلحه‌مون رو کجا بفروشیم. بنابراین گفتن بهترین کار اینه که از صحنه این پادشاه رو کنار بزنیم تا شرایط بیاد که این آخونده رو هم تو دارن نگرشون داشتن هم تو دارن حفظشون میکنن، چون اینا میخوان، اینا یه وسیله ای هستن که خب بیاد هر روز اعلام کنه آقا 5 میلیون میدیم برو به اسرائیل حمله کن. خب نمیدونه اسرائیل هم که نشسته که اونجا کسی بهش حمله کنه، که اونم وسایل خودش داره، اونم این گروه های تروریستی رو همه رو نابود کرده، خودش هم ابلاغ کرده که ما اینا رو دیگه ریشه شو هم کندیم و این قول و وعده های 5 میلیون جایزه هم رو هواست. یعنی اینا برای اینکه دلتنگی های خودشون رو رفع بکنن این صحبت ها رو میکنن. بله آماده این قربان بشنویم صحبت های شما رو. استاد چرفشایی البته نیم قرن خیلی جوونی، ولی ما نیم قرن داریم برای سربلندی ایران، من شما همه مهندس شجره دوستان داریم برای سربلندی و آزادی ایران نبرد میکنیم و هر چه داشت و نداشت و من بوده در راه داشتیم. به اینم مفتخر هستیم، یعنی من واقعا به این مفتخرم و اصلا من اظهار و احساس پشیمانی نمی کنم از 50 سال نبرد مبارزه، چرا که میوه ها، قلچه ها، شکوبه هاش رو داریم می بینیم. اما آنچه مهم هست اینه که شوربختانه همونطور که شما هم گفتید این مردم ایران اکثریت خاموش، ذلت پذیر، ستم پذیر، تازی پذیر. این ها استاد شرفشایی الان با این شریعت نوینی که در جهان پیش اومد و یک اتفاقات خیلی مهمی افتاده که من نمیگم همشو که من دلشون خالی نشه، اون اینه که ایران با خاک یکسان میشه با همین آدمایی که توش هستن. بعد یک عده‌ای که تونستن از ایران خارج بشن، این فرهیختگان و اندیشمندان و جوانان و به ویژه دختران آریایی و شجاع و دلیر سلحشور ما، اینها به ایران باز خواهند گشت، از ایران جوانه خواهند زد و ایران رو خواهند ساخت. چون این پیر پاتال ها، شما ببینید آقای شرفی، هیچ ملتی در جهان به پستی ما نیست. اول برنامه شما یه سیدی رو نشون دادید که اونجا نشسته یک حرفایی داره میزد، مثل اون فراوون این سیدا و آخوندا شیخ و سیدا هر میشینن و زر میزنن، مثل این که اصلا صاحب این مملکت هست. و اون ایرانی که پای منبر اون میشینه، اون فیلم برداری که فیلم اینو میگیره، اون صدا برداری که صدا اینو میگیره، اون کسی که محافظه ایست جسه دستش از این حیوانات محافظت میکنه، یک لحظه به خودش فکر نمیکنه که اینها مهاجم هستن، اینها اشغالگر هستن،
اینها آمدن تو مملکت ما 1400 سال زدن، کشتن، بردن تا همی الان. دیگه قصه امام حسین که به ایران حمله کردن و امام حسن بود در رکاب سربازهای عمر نیست، امروز است. دیگه خالد ابن ولید و امرعاس و سعد ابن وقاص و قادسیه ها نیست، امروز میدان رو در رو میان، دخترای ما رو میگیرن میبرن بهشون تجاوز میکنن چون روح رو. بعد این مردم بی بخان رو نشسته. استاد شرف شهی همونطوری که شما فرمودید میلیاردها دلار از پول همین مردم رو این پلیدان اشغالگر در ماه و روز و شب خرج میکنن که میگن اسرائیل اشغالگره، خرج میکنن که آمریکا رو بزنن میگن آمریکا اشغالگره. اشغالگر شما هم هستید که تو کشور منید. آی ایرانی جان قربونت برم، یه لحظه چرا به این فکر نمی کنی؟ اسرائیل 70 سال 80 سال اونجا سازمان ملل به رسمیت شناخته، چه کرده چه کرده، کار، زندگی، پیشرفت، تکنولوژی، چشم عمل، چشم مصنوعی، هر چی شما دارید دارید استفاده میکنید داره از اونها میاد. وقت شما میخوام به اونا بگن که چی اشغال کردن؟ اشغالگر شما هستید که سرزمین من اشغال کردید و سرزمین های دیگر رو در منطقه و جهان. ابلهی استاد شرفش چاکی، و این نه تنها تو دار مردم، مقصر اصلی اونایی هستن که خودشون روشن و روشن فکر رو چه میدونن و تیریبونا دستشون فریاد. دخترای ما آقای شرفشایی میدونه که چادرش رو برداره رو سریش رو برداره لخ کنه با مینیجوب بره قشنگ برقصه تو خیابون قدم بزنه، ریسک داره میکنه این کارو، ولی یک جوان که این کارو میکنه اون پیر پاتاره از اینا حمایت نمیکنن. یه فیلم یاد بعدم تازگی یه چیزی بود کردن آقای شرفشایی، میگن اینایی که با مینیجوب با اینا میان بیرون اینا پرستوهای جمهوری اسلامی هستن که میخوان مردم تحریک کنن. یعنی اونایی که این حرف میزنن افتادن تو تله خود جمهوری اسلامی به خاطر اینکه از این بعد کسی دیگه لباس اینا میگن لباس سکسی، لباس آدمیت هوا وقتی گرم میشه کنار درگاه مگه آدم چجوری راه میره؟ اینه که استاد شرفشایی یاد بوده دیروز دوشنبه یاد بوده حکیم ابوالقاسم فردوسی بود، پیروز پارسی بود اسمش. این بزرگ مرد ایران رو زنده کرد، زبان فارسی رو زنده کرد، و من امروز خوشحالم که یک ویدیویی داریم ما استاد شرفشایی از دکتر کمال جعفری یزدی، این زندانی سیاسی عزیز، استاد دانشگاه، جانباز 35 درصدی که همه ما میشناسیمش، چقدر شجاعانه هی رفته زندان هی اومده بیرون، الان هم که تا از زندان اومده بیرون به یاد فردوسی بزرگ در روز فردوسی رفته به آرامگاه فردوسی. ایشون برادرش رفت جنگ و 17 سالش بود جعفر، 17 سالش بود. وقتی 11 ساله بود ما آخرین بار دیدمش اومد پیش من، بعد دیگه من از ایران خارج شدم اینا، 11 ساله بود اومد و من دیدمشو شوق همین رفتن به جنگ رو داشت. بعدا چند سال بعد میره 17 ساله کشته میشه. این برادرش دکتر کمال جعفری جانباز حالا اومده بیرون استاد دانشگاه شده، درس خونده، تحصیل کرده جای خودش همین این ایشون. این دکتر کمال جعفری آقای شرفشایی عزیزم بخشی از عمرش تو زندان به سر بوده، با اینکه جانباز بوده، با اینکه خدمات زیادی در جنگ ایران راه کرد، در زندان که بود این آقایی که کنارشه خیلی جالبه که بدونیم، این همین بنجامین بریر هست، گروگان فرانسوی که پریروز آزاد شد. این گروگان فرانسوی تو زندان وکیل‌آباد مشهد بود با آقای کمال جعفری که الان شبی که میخواست آزاد بشه پریشب این عکس رو با هم گرفتن، دکتر کمال با بنجامین. دکتر کمال سه سال پیش، درست ماه می سه سال پیش 2020 که اینو جوون دستگیرش کرده بودم، یک یادداشتی از این فرد برای من فرستاد نوشته ای که آقا ما رو اینجا گرفتن تو زندان وکیل آباد، هیچ کس هم خبر نداره، مر نکجا خبر خبر. من فوری نامش رو رسوندم به رئیس جمهور فرانسه و امریکا فرستادم چون یک امریکایی هم اونجا بود و پیگیری کردیم و خوشبختانه آزاد شد. و این تنها گروگانیست که آزاد میشه آقای شرفشایی،
و مصاحبه نداد بگه من جاسوسم، باید که در حال رانندگی درون در مرز ایران با قزاقستان، بله با قزاقستان، آره ترکیه، نه با همون قزاقستان، ایشون بازداشتش کردن در ماشین توریستی که داشته و چه و چه. یعنی با این شرایط ایشون شجاعانه وایساد و مصاحبه نداد، نگفتم من جاسوسم مثل بقیه، چون اینکه دو تا دیگه بودم گفتم آقا ما جاسوس امنیتی فرانسه و ایران. این نمونه است که این پیرپاتال های ایران، همینایی که من میدونم منو دوست دارن، میدونم 20 سال 30 سال دارن برنامه ما رو میبینن، من ازشون سپاسگزارم، پدر مادر دستانشون از دور میبوسم، ولی همینایی که وقتی بچه‌هاشون میگن آقا شرفشاهی، نمیان به ما بگن، خبر نمیدن که آقا بچه منو گرفتن زندانه که ما اقدامی بکنیم، کاری بکنیم. این بنجامین از روز اول اعلام کرد که رفته زندان، اینجا هم خانوادهش پیگیری کردن و پس از 3 سال و اعتصاب قضایی که کرده بود آزاد شد و دیدیم که اومد پاریس. حالا مردم باید از یاد بگیرن، از این فرق باید یاد بگیرن. استاد شرفشاهی، ما هر کاری رو که بخوایم میتونیم بکنیم، ما بر قالب خداوندی آفریده شدیم، یعنی انسان خداوند زمینه، قادر و تواناست که هر کاری رو بکنه. ما 40 سال پیش اومدیم استاد چرپچایی تقویم 7000 ساله آرگوی میترایی رو شروع کردیم، خیلی ابتدایی در بودیم، بعد بعدا چاپ کردیم کتابچه‌ای که هر سال هم منتشر میشه، عکس شریف شما هست و ما هم هر سال داریمش. آره هست و خلاصه این تقویم استاد چرپچایی این روز طوری شده. اون موقع در ایران و در تقویم ایرانی که مترجم و ستاره شناس بزرگ با استاد ایرانی ملک‌پور که من درود دارم به خدمتشون منتشر می‌کردن، ممنوع بود که ایشون بزنه 13 به 10، ممنوع بود که بزنه جشن نوروز، باید می‌زنه جشن طبیعت، چه برسه که روز خیام و حافظ و سعدی و فردوسی و اینا رو بزنیم توش، دیگر بابک خرم‌دین و اینها. این تقویمی که عکس سومیه که در خدمت شما هست، کارگردان برنامه داره، این تقویم استاد چرفشایی. من وقتی این روزها رو در آوردیم بر اساس سنت کهن ایرانی که ما هر روزی رو به یک نام جشن می‌گرفتیم، آقای چرفشایی، من یزدان گواه تمام کتابخونه‌های دنیا رو رفتم، از لندن و پاریس گرفته تا قونیه ترکیه و استانبول و دمشق و عرض کنم خدمتتون بیروت و اینا، تا تاریخ زایش انسان‌های بزرگ ایرانی دقیق در بیارم و در آوردیم. و خوشبختانه امروز دیگه وقتی میگیم 25 اردیبهشت یاد روز فردوسی بزرگ پیروز پارسی، دنیا جشن میگیره. حالا رودکی هست، خیام هست، سعدی هست، پور سینا هست، همه اینها رو با چه تلاشی یزدان گواه حدود 3 سال های شرف شدیم. ما از این شهر به اون کشور در نوجوانی در سالهای زن سرشون در بودیم. خب امروز باعث خرسندی است و امروز همین ویدئویی که الان میخواییم ببینیم بر در یادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی که اسم اصلیش بوده پیروز پارسی، آقای دکتر کمال جعفری عزیزم رفته به فردوسی و به بارگاه پدر بزرگ همه ما و اونجا از طرف ما به قولی عربا میگن نایب زیاره بوده. با هم ببینیم. بله، مناسبت پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی بزرگ با جمعی از فعالین سیاسی مدنی مشهد اومدیم زیارت بارگاه فردوسی، حکیم ابوالقاسم فردوسی، و به افتخارش یک کف میزنیم، البته روز شهادت آرامتر. امیدواریم که زندانیان مظلوم سیاسیمون آقای جواد لعل محمدی، محمد حسین سپهری، هاشم خواستار، فاطمه سپهری، محمد حسین سپهری، عبدالرسول مرتضوی، عباس واحدیان شارودی و همه عزیزانمون که در بندن به زودی آزاد بشن و کشورمون هم از این بند آزاد بشه و ملتمون جشن شادی و آزادی رو بگیرن. و یاد گرامی می‌داریم یاد شهدای راه آزادی رو، یاد ابوالفضل آدینه‌زاده و بقیه عزیزان، یاد عزیزانی که مجروح شدن، چشم از دست دادن، و یاد بچه‌هایی که در مدارس شیمیایی میشن. امیدوارم اگر این حکومت میخواد تمام بشه، سعی کنه که با آدمیت تمام شه و بره و دست از این جنایات برداره، دست از اعدام‌های ظالمانه برداره. موفق باشید، به افتخار خودتون.
استاد چرفشایی، شما ببینید این دکتر کمال جعفری یزدی و دوستانش، اینا تو مشهدن، تو ایران، تو یک شهر مذهبی، میگه آقا امروز روز عزاس واسه اینا، خب چون چیز مرگ یکی از چیزاشونه، یاری دست بزنید. این شجاعت امروز عنصر ایرانی مثل همین دخترهای سر اشکال ما که میرن توی خیابون، من میخوام به شما بگم مردم ایران، جوانان، دکوناتون رو ببندین، آرکاسیل رو ود کنین، نون خالی شده بخورید، آب شده بخورید. این بیگانه هایی که به دخترهای شما، به جوانان شما، به تاریخ شما، به فرهنگ شما، به تمدن شما هر روز دارن تجاوز میکنن، بپردازید. دو روزی نان انداختیم بیرون. آی شرفشایی، تا چه حد اینها میتونن پررو و آتش به اختیار باشن که در برابر 85 میلیون، 6 میلیون ایرانی، 1 میلیون بیگانه، اینها بیگانه هستند با سرزمین ما، با فرهنگ ما، با تمدن ما، بیان بزنن زن ایرانی رو که آقا تو چرا لچک صحراگردی رو سرت نکردی، عبای و بعد بقیه از کنارش بگذرن. این گستاخی و شجاعت همونطور که میبینیم در اقلیت ملت ایران هست و به ویژه دختران سلحشور ما که این گونه دارن عمل میکنن، مردم باید کار کاسیوی رو ول کنن، بیان کار رو یه سره کنن، وگرنه تاریخا خودشون نابود میشن. استاد چرفشه، این ما همیشه باید بگیم، تذکر باید بدیم که امروز دیگه نمیتونیم بگیم تقصیر استعمار، تقصیر اونه، تقصیر اینه. شما مردم خم شدید و سوارتون شدن همین آخوندهایی که میبینید، شپشویی که ساختار روحانیت یک ساختار انگلیسیست، روسیست. روس و انگلیس هم همیشه در رابطه با ایران با هم متحد بودن، قهرمانان ما رو در مشروطه اعدام کردن، در مشهد ما چند صد نفر اینا رو اعدام کردن، مسجد گوهرشاد رو روزها به توپ بستن و توطئه‌هایی که انگلیس‌ها کردن تو ایران شما بیان ببینید. من یه بار اونجا آقای شیبانی، جمشید شیبانی از جان رفته بود، لس آنجلس خدمت شما بودم، به برای مراسمشون اومده بودم، بعد اونجا رضا بدیعی بود، روان شاد دیگه نیست رفت، رضا بدیعی آفریننده سریال‌های تلویزیونی بالاتر از خطره، بالاتر از خطر مال رضا بدیعی بود من. که این نشون میده که این انگلیس ها چجوری میرن تو کشور دیگه، توته میکنن، آدم میکشن، فلان میکنن. من امروز اونجا بهش گفتم، گفتم تو بزرگترین کار رو کردی و خدمت کردی، ولی هیچ کی رو نفهمیده بیاد بگی که تو استعمار انگلیس رو و مداخلاتش رو در جهان چه قشنگ به تصویر کشیدی با پول خود اونا، با هنرپیشه خود اونا. استاد شرفی دست من رضا، استاد رضا بدیعی روانش شاد گرفت، فشار داد که ما با هم ردیف اول نشسته بودیم، بیهودی هم بود و دوستان دیگه و اینا، دست من کشید گفت که این جالبه که من سالهای کاری کردم که الان دیگه نمی کنم، بازنشست شدم، تو اولین و آخرین کسی هستی که داره من اینو میگی. هیچ کس نیومد به من بگه آقا من دارم تمام اون عقده‌های انگلیس در ایران رو در میارم سر اینا، و ما ملت همچنان خاموش و هیچ کس این پیام‌های اندیشمندان بزرگ مثل رضا بدیعی رو نمیاد منتقل کنه، منتشر کنه. هر کی به فکر خیش آقای شرفچی، استاد عزیزم، هر کی میخواد صبح شب بشه یک چلو کباب شه بخوره شو وقتانه، و این ملت سربلند و بزرگوار ما که تاریخش 7761 سال، 7700 سال تمدن، تمدن داریم که از همون ابتدای تمدن زن در سرزمین من حاکمیت داشته. اگر بارها گفتم، بازم تاکید میکنم که اگر یهودیت وراثت رو از زن میگیره، میگه هر کی مادرش یهودی بود یهودی محسوب میشه، اینو از ایران کهن گرفتن، چون تا زمان ابراهیم که اسحاق و اسماعیل میرست پدر بود، تا اون موقع پدر بود، نوح بود و ابراهیم بود قبلش و اینا همه، ولی از ابراهیم، از اسحاق و اسماعیل که میشه به سنت آریایی ایرانی، چون خیلی هم میگن اصلا ابراهیم خودش یه زرتشت، یکی از زرتشت هاست، زن سالاری در ایران بوده. بعد حالا زنهای ما رو، تازی هایی که اونجا هستن، چاقو ببندن اینجا برن اینا رو بزنن، تجاوز کنن، یا این ملت بی غیرت خموش بشینه. توف بر این ملت، توف بر این مردم، به قول پادشاه ایران، این
اکثریت خاموش هستند که امروز مجرم اصلی هستند و هر روز باید ما رو یادآوری کنیم، چون دخترای ما پیروز شدن، دخترای ما دیگه تو ایران روسری سر بکل نیستن از پچرف. بله کاملا درسته. یکی از مسائل سیاسی منطقه مسئله این اختلافاتی است که رژیم اسلامی با اسرائیل داره. الان یه خبری امروز دیدم در روزنامه صبح ایران هم هست که بشار اسد با یاری روسیه و چین در تلاشه که این سیاست‌های ضد اسرائیلی ایران رو در سوریه پایان بده و این ماجرا در حال که رژیم اسلامی داره در کنارش های نوم میخوره، میگه ما 5 میلیون میدیم بزنین اسرائیل و اینا، این دکون دیگه داره تخته میشه و خود رژیم هم تحت فشاره از طریق دوتا کشور، برای اینکه واقعا این چین و روسیه خب با اسرائیل هم روابط حسنه ای دارن، دلشون نمیخواد که این ماجراها ادامه پیدا کنه. در این زمینه در فرانسه چه مطالبی هست، چه مسئله ای از بررسی در این زمینه فرانسه هم داره میکنه، اونم دخالت در این کار میکنه یا نه؟ استاد چرفشایی از کنم خدمتتون که عادت سیاوش هرسته اینه که زیر خبرها رو بگه، یعنی اونایی که زیر میزه کسی منتشر نمیکنه خدمت شما بگم. چون اون هم اینه که آقای زلنسکی میدونید پاریس بود و کشورهای دیگه هم رفت و درخواستایی داشت که همه درخواستاش هم نظامی بود و اوکراین اونطور که خودش هم میگه و جهان هم میدونه و شما زمینی الان همین جریان اسرائیل که گفتید به این مسئله بدون شک واقف هستید، اون اینه که حمله روسیه، خبر مهمی امشب میخوام بدم بهبانیان، خوب گوش کنید، این جمهوری اسلامی که پلیدتر از هر نظام و رژیمی است که 402 سال اومده تو مملکت ما رو کشته، تجاوز کرده، چه کرده، همچنان ما میریم توف سیده رو میخوریم که شفا پیدا کنیم، همچنان میریم اون ذریع آهنی یا فولادی یا مطلع فلانی رو میمالیم که شفا پیدا کنیم، تا این حد که ما خریم که قاتلای خودمون وجود داریم چه میکنیم. حالا میخوام اینو بگم، این زرنگیه، این حرامزاده های بنی هاشم هست. استاد شرف شدید، این جنگ اوکراین رو الان اندیشمندان به این نتیجه رسیدن که ایران جمهوری اسلامی در اونجا آغاز کرد، یعنی جمهوری اسلامی به خاطر سیاست دو پهلویی که داره، همین دو جناحی رو که ساخته، اصلاح طلب و اصولگرا، این همین رو تو خارج از کشور در تمام منطقه منتشر شده داره. همینطور که مثلا من الان به شما بگم دیگه، غیر از این تلویزیون خود ما که پارس هست و چیز و اینها، اکثر چیزهایی که تو دنیا هست که مدعی اپوزیسیونی با جمهوری اسلامی دارن، اینا دست خود جمهوری اسلامی. قاسم سلیمانی چندین میلیارد دلار در خارج از کشور سرمایه گذاری هایی کرده بود که نه به کازینو باش بند بود، نه با زن و سینما و هالیوود و فیلم ها و فلان بند بود، نه هیچی. اینا چندین فیلم بزرگ و پر خرج در هالیوود ساختن با این پرشوی ها. اینها همین در جهان یه قدرت مصنوعی برای خودشون ساختن که با فاینانس جهان بخشیش در تماس. اینها وقتی که روسیه به اوکراین حمله کرد، خود آخونده گفتن نیست، تو مدرسانه هاشون هست، میتونید برید ببینید، همه بخونید فارسی هایی بلده، خود اینها گفتن اوکراین یک اسرائیل کوچک بود که روسیه بهش حمله کرد. خامنه ای وقتی که با پوتین در تهران بود مشخصا به همین اشاره کرد، گفت اگر شما نمی رفتی بزنی اسرائیل نمید شما میزد به گونه دیگه با کسی دیگه به همون اوکراین. خب این رو الان امروز دنیا فهمیده. به خاطر همین پروژه بعدی اینه که اسرائیل هرگز به ایران حمله نمیکنه. آقای شرف شد حمله الان اوکراین هم اعلام کرد که به خود روسیه حمله نمیکنه، ولی همچنان که اینها فرعی حمله میکنن و جمهوری اسلامی از فردای انقلاب این جنگ های نیابتی رو از چچن شما بگیرید و یوگسلاوی بگیرید و بعد افغانستان و بعد عراق و بعد سوریه، همه جنگ های بود که اینا آفریدن خارج از کشور،
خارج از میان و سرنخ دست چینا بود و نه تنها خودشون، چون یه قدرت دارن دیگه با همین روسیه و چین و غیره. و به زودی زلنسکی هم ضمنی اشاره کرد و گفت این رو که ما ایران رو خواهیم زد، یعنی ایران رو اسرائیل و آمریکا نمیان بزنن. الان اوکراین در حال جنگه، یکی از همپیمانان قویش هم جمهوری، برای همینه که من بارها ضمنی میگفتم که اگر نیان این رژیم بندازین شما مردم تو ایران میرین زیر خاک با خاکستان. چون الان که دیگه استاد چرفشوی از من پرسید، من در برابر پرسش استاد چرفشوی به شما دارم میگم حمله نظامی به ایران میشه، توسط اوکراین هم میشه، به خاطر اینکه مدعی است که اینها چندین هزار پهپاد دادن به روسیه و روسیه ایران زده. و خواهید دید که اونجا دیگه بعدم الان اوکراین نیست که داره، آقای شرفشاهی، اوکراین نیست که داره با روسیه میجنگه. اگر اوکراین بود که روز اول کار تمام بود. الان جهان غیر از اون 5-6 کشور بریکس رو که من اینجا توضیح دادم دیگه چند ماه آقای است، غیر از بریکس در جهان، تازه اون بریکس هم بعضی هاشون باز به اوکراین کمک میکنن. جهان از این داره بزرگترین تکنولوژی هایی که جهان داشته در اختیار اوکراین گذاشته. و الان با این سفر اخیر مطمئن باشید که اگر تحول بنیادین به وجود نیاد و باز این حرومزادهای تازی تو ایران بخواد همین زنها و دختر این بار اذیت اوکراین کار، اوکراین به ایران حمله میکنه. و مدعی هم هست که شما به ما حمله کردید با پهبادهایی که فرستادید به روسیه، ما میایم اینجا تو خاک خودمون جواب بدیم. در حال هم زلنسکی در انگلستان داره با در حال مقامات انگلیسی در همین رابطه ها صحبت میکنه و البته کمک های نظامی زیادی هم از انگلیس خواهد گرفت. قبل از اون هم به آلمان رفته بود و دولت آلمان هم قول داد که ما، ولی عصبانیت اینا همطور که شما میگین از جمهوری اسلامیه، میگه صدها پهباد ساخته در اختیار روسیه گذاشته که ما رو بزنه، یعنی در واقع در کنار روسیه این جمهوری اسلامیه داره با اوکراین می جنگه و این کاریه که صلاح در حال مردم ایران نیست. و من همطور که تو اول برنامه هم گفتم شگفت زدم که در زمینه پیشرفت روسا در داخل ایران، میدونین یه جنرالی رو چند روز قبل فرستادن در ایران که مذاکره بکنه که خامنه ای رو چجوری در حال کنار بذارن، جاشو پسرشو بیارن جلو. و این مذاکراتی بوده که در تهران یک جنرال روسی انجام داده با سیدعلی خامنه‌ای و سایر مقامات جمهوری اسلامی. بنابراین گرفتاری های حکومت داره درد سرساز میشه و خدا نکنه این مسئله رو که شما مطرح کردید که اوکراین حمله بکنه به ایران، خب مردم ندار و فقیر ایران چجوری میتونن در مقابل این جنگ و این نبرد در حال ایستادگی بکنن. امیدوارم که یک چنین رویدادی اتفاق نیفته و بالاخره در نهایت این جمهوری اسلامی مملکت ما رو به یه جنگ نکشونه. برای استاد چرفشوی در روزهای آینده همچنان که مستحضر بودید که تا این سالها هر چنین که بنده حقیر فقیر در بدر 50 سال خدمتکار ملت ایران گفتم، در روزها، هفته ها، بعضی وقتا شده ماه های آینده رسانه های جهانی مطرحش کردن و رو کردن قضیه رو. الان اینی که من به شما عرض کردم قاطعیت داره، یعنی اوکراین نیروهای نظامی صحبت کردن و تصمیم هم گرفتن که ایران به عنوان جمهوری اسلامی به عنوان یک متحد درجه یک، و حتی همونطور که عرض کردم برخی معتقد هستن که این تله که به روسیه اونجا حمله بکنه و توسط جمهوری اسلامی گذاشته شد بود، و اینها گفته بودن که آقا اوکراین او جان دو روزه میره میگیریم، آخ ما اینجا اینیم، ما این رمزانوف رو برات میفرستیم از چچن به چون اونا ما دو روزه گرفتی. این پوتین هم پک خیلی آخه باها میدن به پوتین که باها خیلی استراتژیسیانه و بزرگ. نه استاد چرفشایی، در طی این سالها که من با جهان در تماس و پیوند بودم، من آندری گوراچف که گورباچوف که رفت، ایشون چند روز بود که تا جمعی شوروی داد بیرسیم، دوست من پاریس با هم صحبت میکنیم که نیدم، وقتی که ما میبینیم آدم های زرنگ و باوشی مثل این
سخنگوی گورباچوف بوده. بعد گورباچوف خودش یک کسی بوده که میبرنش آمریکا، این فیلمایی که هالیوود میساخته که اکستراترس، یعنی آدمای فضایی هستن، این اینایی که فضایی بودن از پشت قفس می بابا نشون دادن که آقا همونجوری حالا پوتین موچین هم همینطوره. اینها هفت خطایی هستن راست و چپش پدر من یادی از بابا من بگویم حالا عکس سوم یادشون رفت نشون بده تقریبا 2000 ساله که یادوز فردوسی بود، ولی میگفتم من میگفتم بابا این شیطان جریان چیه، شیطان مثلا فلانیه فلان کسه، گفت بابا نه این آخونده رو صحبت میکردن در موردشون، میگفت بیا آخونده اینقدر پلیدن که یک روز تو خیابون شیطان با یک آخوند برخورد میکنه، آخونده فرار، شیطان فرار میکنه میره، میگه شیطان بگریخت از دستی آخوند تا نگردد گمراه گمراهی. حالا روحانیت استاد شرفشاهی و کلن این اسلام سیاسی ایرانی تشیع که 1402 ساله سرماره جوبن کرده که آقا جانیه، جنایتکاره، پدر مادر من کشته، همین دیشب به دختر مردم 50 تا 50 تا تجاوز کردن، باز نماز جمعه پر میشه، آقا قربونش بگردم، آقا امام رضا سید اولاد پیغمبر، اینو خیلی افتاد. بر همین اساس استاد شرفشاهی امروز نسل نو و جوان همه بایستی پیرو و مرید نسل نو و جوان. من بذار آخرش باز اینم بس کنم، شاهزاده رضا پهلوی که اینقدر همه بهش انتقاد میکردن که آقا این گفته نگید ما آریایی هستیم، این گفته روحانیت فلان، چطور شد یهو عوض شد؟ چطور شد؟ به خاطر یاسمین، به خاطر نور، به خاطر فرح، به خاطر ایمان. این دختر این نسل نو و جوان قربانی نشدن مثل بچه های ما در ایران، مثل خانم گل آزین خواننده عزیزم، مثل مژگان عظیمی، مثل نگین پارسا، اینا تو زندان خودشون تو زندان جمهوری اسلامی تجربه کردن که اومدن اینجا شورش کرد شدن. خب این دخترها دیدن شنیدن احساس میکنن الان اینو، اینها پدران خودشون رو عوض کردن، مادران خودشون عوض کردن. نسل نو در ایران تا کنون موفق نشده که همه پدر مادرها رو عوض کنه. اگه همه ذهنیتشون عوض بشه، بدونن مقدس نیست آخوند، مقدس نیست روحانیت، مقدس انسان ایرانیست. آقا شرفشاهی از خارج اومده منو زده، تجاوز کرده، مقدسات منو، اوستا و زرتشت و تاریخ و تمدن 7000 سالی من از بین برده، میگه من مقدسم و شپشهام، میگه من مقدس هستم و اندیشای صحراگردی خون و قتل و خرافه و کشتار. امروز اینو نورها، ایمانها، فرحها که اینا سمبولن، بچه های رضا اینا سمبول جامعه ایرانی هستن، سمبول دخترهایی هستن که روسریشون رو سوزوندن کشته شدن. این نسل پیروز میشه، مطمئن باشید استاد شرفشاهی. اون پیرپاتالا که همه من دوستشون دارم، اونم من دوست دارم میدونم، ولی از بچه هاشون پشتیبانی نکردن، شجاعت رضا پهلوی رو نداشتن که بیاد بگه که رضا رهنورد که 8 تا پاستور رو لتو پار کرده بود، شیر و خورشید ایران بود، که گفت برای من نه قرآن بخوانید و نه نماز بخوانید، شادی کنید. خیلی بزرگی هست. بعد رضا پهلوی اومده تأیید میکنه این رو و شیر و خورشید ایران مینامه. اینجوری آدم باید عوض بشه استاد شرفشاهی. اینو گفتم چون از قبل میدونستم افرادی دندان داشتن با رضا پهلوی، بدونن که امروز رضا پهلوی تنها سخنگوی آزادی و راستی در ایران هست و شهریاری نوین، اون شهریارش هم خودش نیست، گفته من نمیخوام، اون نور پهلوی است. افتخاری چه بالاتر از اینکه چنین دختران رعنای زیبایی که همتای بچهای داخل ایران هستند به شهریاری برسن در ایران. استاد شرفشاهی عزیزم، این هدیه آخری بود که دادم به شما بینندگان عزیز، رازی که بی خود نبود. ما 12 سال پیش من اعلام کردم که نور پهلوی شهریار فردای ایران هست. بله، البته ایرانی ها، جوان های داخل ایران باید متوجه بشن که شاهزاده رضا پهلوی یک چهره آگاهی تحصیل کرده است، در دانشگاه در حال فرانسه تحصیلات کرد، بالایی کرده اونجا، یه خلبان F15 و F14 بوده، یک چهره ایه که در هر زمینه مسائل جهانی مطالعه داره. بنابراین
جوانای ایران باید بدونن که یه چهره پشتبند دارن که میتونه ایرانشون رو زندگیشون رو نجات بده. باید در حال بشنویم بیشتر از اینا در خیابانهای تهران که فریاد بزنن رضا پهلوی برگرد به ایران، که همه ما هم در خارج کشور کمک کنیم. شاید این کشورهای خارجی که این جمهوری اسلامی رو میخوان به خاطر فروش اسلحه که هر نقطه ای رو دچار دردسر بکنه، اینا بتونن سلاحاشون بفروشن، عربستان و سعودی بتونه قسمت های برجسته پولاشو بده اسلحه بخره برای تامین و امنیت خودش. به هر حال باید از این چهره استفاده بکنیم تا اینکه نجات پیدا بکنیم از این شرایط موجودی که در مملکت هست. این درک میکنه همه ناراحتی های جوان ها و مردم ایران رو در حال حاضر داره زجر میکشه و در حال قاطعانه داره با این رژیم مبارزه میکنه. در حال از شما بسیار سپاسگزارم که وقت خودتون رو در اختیار این برنامه گذاشتین، با مطالب جالبی که مطرح کردیم در بارش بحث کردیم. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. درود و خدا نگهدار استاد. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای سیاوش عبستا، امیر شهرتی، کارگردان برنامه، با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.